لازم هستش که زایمان به شیوه سزارین انجام بشه زایمان طبیعی همیشه خوبه و در 85 درصد مواقع مادر میتونه بدون هیچ کونه کمکی زایمان طبیعی رو انجام بده ولی در 15 درصد موارد هستش که دیگه باید حتما مداخله براش انجام بشه و در این گونه موارد ما میگیم حتما سزارین ارجه هستش زایمان سزارین گاهی اوقات گا جون مادر و یا جنین رو حفظ میکنه و ما هیچ وقت با گارد نسبت به زایمان طبیعی یا سزارین نگاه نمیکنیم توی مواقع خاص خودش طبیعی و سزاری هر دو خوب هستن خب ولی یه سری موارد هست که دیگه باید زایمان سزارین انجام بشه مثل چی مثل بیماریهای های که مادر داره مثل بیماری های قلبی که ممکنه داشته باشه دیابت ممکنه داشته باشه بیماری های کلیوی ممکنه داشته باشه هرپس تناسلی که ممکنه داشته باشه پس در این گونه موارد باید قطعا زایمان به شیوه سزارین باشه یه مورد دیگه در مورد اینکه مادر چاق باشه ای بالا داشته باشه در این گونه موارد هم قطعا باید سزاریان. سزارین انجام بشه سن مادر بالا باشه یا ما میگیم گلدن بیبی خانم هایی که مثلا از روش های کمک باروری استفاده کردن یا نازا بودن خب این گونه مادرها براشون بهتر هستش که زایمانشون به شیوه سزارین انجام بشه های بعدی چی هستش وضعیت قرارگیری جنین هستش در گذشته وقتی که جنین توی هر پوزیشنی بود زایمان طبیعی انجام میدادن ولی الان به هیچ عنوان دیگه با این شیوه موافق نیستن فقط جنین هایی که با سر رو به پایین باشن و یا در اصطلاح سفالیک باشن زایمان طبیعی انجام میشه و جنین هایی که بریچ باشن یعنی با پا باشن یا به صورت ارزی قرار گرفته باشن اینا زایمان سزارین براشون انجام میشه یه مورد دیگه در مورد وضعیت جفت هستش وقتی که جفت به صورت جفت سر باشه قطعا باید سزارین انجام بشه یا دکلمان یا خطر کنده شدن جفت رو داشته باشیم در این گونه موارد هم قطعا باید زایمان به شیوه سزارین انجام بشه یه مورد دیگه که سزارین انجامش اجباری میشه در مورد حاملگی های چند قلویی هستش حاملگی های چند قلویی هم ما میگیم اندیکاسیون داره یعنی دیگه باید زایمان به شیوه سزارین انجام بشه یه مورد دیگه در مورد پارگی کیسه آب هستش پارگی کیسه آب به خودی خود منجر به زایمان سزارین نمیشه مگر اینکه وقتی که کیسه آب پاره شد و مایه خارج شد ببینن مکونیال هست یعنی چی؟ کیسه آب مایه که داخلش هست کاملا شفاف و مثل آب باید باشه ولی زمانی که بچه مدفوع دفع میکنه ما میگیم مکونیال شده در این گونه موارد سزارین اجبار میشه ولی اگه مایه کاملا شفاف باشه میتونه زایمان طبیعی یعنی منتظر باشن تا زایمان طبیعی انجام بشه و یه مورد دیگه در مورد سزاریان های قبلی هستش که اونم شرایط خاص پیدا میکنه یعنی همشون نباید وقتی بچه اول سزارین بوده بچه دوم دو هم قطعا سزارین باشه ولی حالا با توجه به نوع بورش و حالا یه سری شرایط خاص ممکنه که این زایمان هم به شیوه سزارین انجام بشه